گزارش تلویزیون های الجزیره و البابلیه از 65مین روز اعتصاب غذای مجاهدان در لیبرتی. تلویزیون الجزیره: اعتصاب غذای اعضای مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی در عراق وارد 65مین روز شده است. اعتصابیون خواستار آزادی 7 تن از اعضای مجاهدین شدند که نیروهای امنیتی عراق در ماه سپتامبر گذشته آنها را دستگیر کردند. آنها همچنین خواستار تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی توسط سازمان ملل شدند. في العراق أيضا قالت منظمة مجاهدي خلقنا إضرابا عن الطعام ينظمه أعضاؤها في معسكر ليبرتي في العراق دخل يومه 65 ويطالب المضربون عن الطعام بإطلاق سراح 7 أعضاء منهم اعتقلوا على أيدي قوة الأمن العراقية في شهر سبتمبر الماضي بالإضافة إلى مطالبتهم بتوفير الحماية لسكان المعسكر من قبل الأمم المتحدة. تلویزیون البابلیه: به دنبال کشتاری که در کمپ اشرف صورت گرفت، ساکنان کمپ لیبرتی 65مین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند. وضعیت اعتصابی ها وخیم است، ولی به رغم این وضعیت دشوار آنها تاکید دارند تا برآورده شدن خواسته هایشان به اعتصاب ادامه می دهند. در صدر خواسته اعتصابی ها آزادی 7 گروگانی است که نیروهای دولت مالکی در اول سپتامبر آنها را از اشرف ربودند. وبشأن تداعيات المجزرة التي تعرض لها مخيم أشرف، حيث يواصل سكان ليبرتي إضرابهم عن الطعام لليوم 65 على التوالي، حيث تدهورت الحالة الصحية للمضربين. ورغم هذه الحالات الصعبة فإنهم يؤكدون على مواصلة إضرابهم حتى تحقيق أهدافهم، وفي مقدمتها إطلاق سراح الرهائن 7 الذين اختطفتهم قوات الحكومة العراقية في الأول من أيلول سبتمبر في أشرف. واشنگتن تایمز 5 نوامبر 2013. فراخوان به رئیس جمهور اوباما: از دولت عراق بخواهی 7 گروگان اشرف را آزاد کند. شست و شش روز از اعتصاب قضا در لیبرتی، برلین، ژنو، لندن، اتاوا و ملبورن می گذرد. اعتصابیون خواهان آزادی فوری 7 گروگان اشرف و تضمین امنیت لیبرتی توسط سازمان ملل هستند. 45 نماینده کنگره در یک نامه 2 حزبی به اوباما خواستار مشروط کردن کمک‌های تسلیحاتی و اقتصادی آمریکا به عراق تا آزادی 7 گروگان اشرفی شدند. 6 سناتور ارشد آمریکا تأکید کردند حملات علیه ساکنان اشرف سزاوار سرزنش است. مالکی بایستی بفهمد چنین اعمالی باید متوقف شود. 66 روز است که صدها تن برای آزادی گروگانها در اعتصاب قضا به سر میبرند. آنها در لیبرتی، برلین، ژنو، لندن، اتاوا و ملبورن با دست زدن به اعتصاب قضا خواهان آزادی فوری 7 گروگان ربوده شده از اشرف و تضمین امنیت ساکنان لیبرتی توسط سازمان ملل هستند.